در آغاز با عکسی شروع کردیم که موتوری ها روی پرچم آمریکا وایساده بودن. دارن میرونن. بله دارن میرونن. بعد صحبت های آیت الله خامنه ای رو داشتیم که در مورد انتخابات ریاست جمهوری آمریکا صحبت میکرد و باز توی بحثی که از رادیو پخش میشد راجع به انتخابات صحبت میشد. هدفتون چی بود از این قسمت هایی که آوردم؟ ببینین اون هدفم عکسو که از بچگیم داشتم، از 14 سالگی اون عکسو داشتم. یه عکس خیلی عجیبیه اون عکس، چون هم یک تصویر غربیه که ربط داره به سینما یه جورایی، هم یک تصویری که خودم از نزدیک دیدم، هم تصویر انقلابه. یعنی سعی کردم در داخل فیلم با هر سکانسی یا با هر تصویری چند خط دیدگاه بهش بدم یا اونو داشته باشه. سوالم همیشه این بود که خب انقلاب و انقلاب شد، چی شد این انقلاب؟ 30 سال از این انقلاب گذشته، این یه سواله که برام مهمه. الان 30 سال بعد، یعنی اول تیتر شکارچی میاد بعد فیلم شروع میشه، برای مثل اینه که بگیم 30 سال بعد. میشد حتی بعد از تیتر شکارچی زد 30 سال بعد، ولی خب اون دیگه زیرش خط کشیدن میشد. اون تصویر رو برای این گذاشتم که فقط این سوال رو بکنم که چی شد. صدای رهبر یعنی آیت الله خامنه ای برای این بود که وقتی اونو شنیدم، اون جوابی بود که به آقای اوباما میداد. وقتی آقای اوباما میگفت که دلش میخواد با ایران گفتگو رو شروع کنه، خب جوابی که آقای خامنه ای داد برای من خیلی جالب بود دیگه، به معنی جواب. و حسم این بود که اینو برگردونم، یعنی بگم خب اینو گفتیم حالا گوش بدیم که دقیقاً چی گفته شده، نه که نظری بدم ولی بگم اینو من شنیدم، بقیه هم بشنون. حرفی که خود محسن رضایی زد که اونم از حکومت بود، یعنی سپاه پاسداران، خب اونم باز برام همین بود. چون یادم وقتی گفتن که به سمت پرتگاه میریم، همه تعجب کردن که چطور میشه کسی از جناح احمدی نژاد همچین حرفی بزنه. بازم میخواستم که همه گوش بدن این حرفو و میخواستم، میگم وظیفه یه فیلمساز اینه که یه آینه رو بلند بکنه، یه آینه بذاره اون بالا بگه حالا نگاه کنین چه خبره، و با حرفای خودشون. حتی وقتی اون دو خبرنگار صحبت انتخابات میکنن، هیچ وقت نمیومدم از تلویزیون خارج، تلویزیون ایرانی خارج بیام استفاده کنم، چون میخواستم همون چیزایی باشه که در مملکت داره گفته میشه. یعنی اون دو تا خبرنگارم وقتی میگن لطف کنین زنگ بزنین نظرتو بگین چرا رای میدین یا چرا رای نمیدین، اینا همه در تهران داشت اتفاق میافتاد. در نتیجه کار غیر قانونی نکردم از این بابت، ولی برام وظیفه‌م بود که بگم خب شما همه اینا رو گفتین، همه اینا رو هم بشنوین، حالا نظرتون چیه؟ شعار مرگ بر دیکتاتور رو شما کی شنیدین که بعد مرگ بر دیکتاتور؟ ببینین من وقتی فیلم برداری تموم شده بود، وقتی داشتیم کار میکردیم، خب تصاویر ایران رو دیدم، خشونت‌ها رو دیدم و مرگ بر دیکتاتور هم شنیدم، همونطور که همه در ایران شنیدم. خب وقتی با اون شجاعت از این تصویرها فیلم برداری شد با موبایل، وظیفه‌ام بود که ثبتش کنم. ولی شخصیت داستانم نمیگه مرگ بر دیکتاتور، شهره که داره اینو میگه. شخصیت داستانم سیاسی نیست، اتفاقا و جریاناییه که داره اطرافش میفته، ولی وظیفه‌ام بود که اون جریانی که اتفاق افتاد رو ثبت کنه. صحنه خیلی قشنگی داشتیم که دختر شخصیت فیلم علی داشت تلویزیون نگاه میکرد و داستان شنگول و منگول و حقی انگور. گرگ کی بود تو این داستان؟ اون دیگه ببینین وقتی شما یه فیلم میسازین، خصوصا در ایران وقتی ما فیلم میسازیم، فیلمی نمیسازیم که بیایم بگیم اینجوری فکر بکن یا اونجوری فکر بکن یا
این دیکته نباید کرد به تماشاچی که چی فکر بکنه. آدم دوست داره به تماشاچی بگه بفهمه اینه تصویر. حالا شما داری چی فکر میکنی؟ شمایی که داری نگاه میکنی. اونه که برام جذابه. که به بیننده اون احترام رو بذارم که هر تصوری که اون داره تصوری باشه. یعنی مثل کتاب میمونه. شما این داستان رو میگین. وقتی شما کتاب رو میخونین، کسی که داره کتاب رو میخونه، هزار تا فکر به نظرش میاد. من دوست دارم فیلمام اون توش باشه تا یه حدی. اجازه بدم به بیننده که فکر بکنه، هر چی دلش میخواد فکر بکنه از اون بابت که اون گرگ کیه. ولی بیننده ای که فیلمو ببینه، اگه فیلم صادق باشه فرقی هم نمیکنه بیننده از کجا میاد، به نسبت زندگی خودش اون گرگو میبینه. یا شاید حتی فکر بکنه که اتفاقی قراره بیفته، یا شاید میبینه این هزار تا راه داره یه تصویر. باید بیننده در داخل سینما کاملا آزاد باشه، نباید بهش دیکته بشه. ولی در این حال هم آدم نمیاد بگه من هر چی هست میذارم و شما برای خودت یه تصوری بکن. داستانم آدم باید تقدیم میکنه. پس یک اتفاقی که میفته اینه که شما میپرسین این چرا رفت زندان؟